یکی از سوالای خیلی مهمی که ازم پرسیده میشه توی اینستا اینه که از چه سنی ما میتونیم وارد رابطه بی دی اس ام بشیم یا به طور کل سن شروع رابطه جنسی چه سنی میتونه باشه توی این ویدیو من هم سن قانونی شروع رابطه جنسی رو توی کشورهای مختلف براتون توضیح میدم همین که نظر روانشناس ها رو درباره سن شروع رابطه بررسی میکنم و در نهایت بهتون میگم که برای شروع باید چی کار کنیم یا قبل از اینکه وارد رابطه BDSM بشیم چه کارهایی لازمه که انجام بدیم خیلی از افرادی که تمایلات BDSM دارن از سن خیلی کم حتی از پنج سالگی متوجه علایقشون میشن فقط حالا شاید ندونن که این علایق اسم داره و بقیه هم میتونن گرایشات مشابه اونا رو داشته باشن تصور این که بچه ها و نوجوان ها توی این سن افکار جنسی داشته باشن برای همه سخته ولی شما باید بدونین که کاملا طبیعیه که یه بچه متوجه تمایلات کینکی یا BDSMش بشه این خودش جزئی از روند خودشناسیه اما چیزی که مهمه اینه که در قبال این تمایلات میخواد چیکار کنه چرا اولین تجربه رابطه جنسی یا بی دی خیلی مهمه چون اولین تجربه‌ای که شما دارین دیدگاهتون رو نسبت به روابط شکل میده و برای مدتها این دیدگاه برای شما باقی میمونه حالا اگه تجربه مثبتی باشه اولین رابطه یه دیدگاه مثبت براتون شکل میگیره اگه منفی باشه این نظر منفی درباره رابطه جنسی یا BDSM براتون تا مدت ها ممکنه باقی بمونه. اگه شما تجربه منفی از اولین رابطتون داشته باشین، ممکنه تصمیم بگیرین که تا مدت ها سمت رابطه نرین و همین روند خودشناسی جنسی شما رو به تعویق میندازه. یه سری نکته خیلی مهم وجود داره قبل از شروع رابطه جنسی که همه ما باید بدونیم و حتی باید توی مدارس هم آموزش داده بشه. اصلی ترین نکته مربوط به شروع فعالیت جنسی رضایت و توافق بین طرفینه. زمانی که یکی از طرفین رابطه رضایت کامل نداشته باشه، دیگه به این رابطه نمیگن رابطه جنسی و اسمش میشه آزار جنسی یا تجاوز. هر دو طرف رابطه باید به اندازه کافی هوشیار باشن، یعنی مست نباشن یا به خاطر رودرباسی یا تحت فشار به عمل جنسی رضایت ندن. سن شروع رابطه جنسی توی کشورهای مختلف قطعا سن شروع روابط جنسی که BDSM هم زیر مجموعش میشه یه موضوع حساس و پیچیده است که تحت تاثیر قوانین و فرهنگ هر جامعه متفاوت این سن اما باید توجه کنیم که سن قانونی نشوندنده چیز خاصی نیست فقط نشون دهنده اکثریت آرای نمایندگان اون کشور درباره سن شروع رابطه جنسیه و اینکه این سن طبق قانون میتونه قابل تغییر باشه تو هر کشوری توی سوئد سن قانونی برای شروع رابطه جنسی 15 ساله قانون سوئد تعیین میکنه که هر دو نفر توی رابطه باید حداقل 15 سال سن داشته باشن تا رابطه جنسی قانونی باشه البته اینو باید در نظر گرفت که رابطه یک شخص 15 ساله فقط با افرادی که یکی دو سال یا نهایتا سه سال از خودشون بزرگترن قانونی هستش و اگر شخصی مثلا سی سالش باشه و بیاد با یک شخص 15 ساله رابطه برقرار کنه به علت نابرابر بودن جایگاه فرد نوجوان و فرد بزرگسال این عمل به عنوان تجاوز و جرم محسوب میشه چرا دلیلش اینه که افراد زیر سن قانونی و افرادی که نوجوان یا کودک محسوب میشن احتمال اینکه تحت فشار قرار بگیرن یا مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرن بیشتره به نسبت بقیه توی امریکا سن قانونی برای شروع رابطه جنسی بستگی به قوانین هر ایالت داره و معمولا بین 16 تا 18 ساله تو استرالیا این عدد بین 16 تا 17 و تفاوت سنی دو نفری که با هم رابطه دارن نباید از دو سال بیشتر باشه برای نوجوانا. توی امارات متحده عربی هم این سن برای هر دو جنسیت 18 سال هستش. کمترین سن رضایت برای رابطه جنسی هم مربوط به نیجریه 11 و بعد از اون فیلیپین و آنگولا 12 و بورکینافاسو 13 ساله. حالا توی ایران به چه شکله؟ توی ایران ازدواج برای دخترای بالای 13 سال هستش یعنی عملا اگر یک شخصی بخواد با یک دختر 13 ساله ازدواج کنه خیلی قانونی میتونه باش رابطه جنسی هم برقرار کنه و متاسفانه همچنان این قوانین تغییر نکرده توی کشور ما و توی رتبه سوم پایین ترین سن رضایت قرار گرفته کشورمون البته جدا از تمامی این قوانین پروفسور کای ویلینگز میگه سن قانونی نمیتونه نشون دهنده آمادگی فرد برای فعالیت جنسی باشه افراد با هم فرق دارن بعضیا تو 15 سالگی آماده رابطه جنسی هستند بعضی هم حتی تا 18 سالگی رابطه براشون زوده زنان ممکنه بیشتر از مردان به دلیل فشار شریک جنسی خودشون وارد رابطه جنسی بشن ویلینگز میگه که آموزش های جنسی تو مدارس باید به نوجوانا مهارت های گفتگو و نگفتن رو یاد بده. پرسش هایی که قبل از شروع رابطه جنسی باید از خودمون بپرسیم. آیا واقعا دوست دارم که رابطه جنسی داشته باشم یا صرفا به خاطر اینکه همه انجامش میدن دارم میرم سمتش؟ آیا وجود رابطه عاطفی قبل از عمل جنسی یا اسمی برام مهمه یعنی رابطه عاطفی احساس پیشنیاز رابطه جنسی برای من آیا به خاطر فشار شریک جنسیم دارم این کار رو می کنم؟ آیا درباره ابزار پیشگیری از بارداری و بیماری های آمیزشی تحقیق کردم؟ اگه به هر دلیلی نظرم عوض شد آیا قدرت نگفتن رو دارم به طرفم؟ آیا طرفم میتونه وسطش منصرف شدن من از رابطه رو بپذیره؟ آیا شریک جنسی من به اصول ام و کلمه امنیتی پیشنوازی و پسنوازی کاملا آشناست؟ آیا ممکنه بعداً پشیمون بشم؟ آیا رابطه جنسی رو برقرار میکنم تا به دوستان پوز بدم و تایید اونا رو بگیرم؟ آیا اگه با یارم رابطه جنسی برقرار نکنم ارتباط عاطفیمون رو قطع میکنه؟ آیا درباره بیماری های مقاربتی اطلاعات کامل دارم و واکسن گارداسیل رو تزریق کردم؟ اگه به همه این سوالا پاسخ مثبت دادید، زمان مناسبیه برای شروع رابطه. اما اگه پاسخ شما به سوالا منفی باشه، یعنی هنوز براتون زوده که این کار رو انجام بدین. نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینه که نوجوانا در رابطه با بدن در حال رشد خودشون حساسیت دارن یه جورایی وسواس دارن که آیا در لحظه ارتباط جنسی خوب به نظر میان یا نه باید قبل از شروع رابطه نسبت به بدنش حس خوبی داشته باشه در زمینه بیماری های آمیزشی مثل HPV و AIDS هم شخص باید اطلاعاتش کامل باشه بر اساس نظریه سازمان کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا CDC نوجوانای دختر و پسر توی بازه سنی 11 تا 12 سالگی باید با فاصله 6 ماه دو دوز واکسن گارداسیل رو بزنن. این واکسن برای بزرگسالا تو سه دوز تزریق میشه. برای بیماری HIV هم واکسن همچنان وجود نداره اما شما میتونید قبل از شروع رابطه جنسی کیت تست HIV رو تهیه کنید و تست بدین تا سلامت خودتون و شریکتون مطمئن بشین. تست های سایر بیماری های جنسی هم انجام میشه توی آزمایشگاه ها. اگر شریک جنسی شما حاضر نیست که تست ها رو انجام بده، بهترین راه اینه که اصلا وارد رابطه جنسی با اون شخص نشین. نظر روانشناسا برای شروع فعالیت جنسی چیه؟ روانشناسا عموماً معتقدند که سن مناسب برای شروع رابطه جنسی به شرایط و عوامل مختلفی بستگی داره و برای هر فردی میتونه متفاوت باشه. توی رابطه جنسی باید امنیت، رضایت، بلوغ جسمی و عقلی رو در نظر بگیریم. بعضی از عواملی که تو تعیین سن مناسب برای رابطه نقش دارن عبارتند از: بلوغ جسمی، آیا بدن طرفین برای رابطه جنسی آماده است؟ بلوغ عقلی و اجتماعی آیا فردی که تصمیم داره رابطه جنسی رو شروع کنه بلوغ عقلی و اجتماعی لازم رو داره؟ فرهنگ و اعتقادات توی بعضی از فرهنگ ها و اعتقادات دینی سن مشخصی برای شروع رابطه جنسی یا شرایط خاصی توصیه شده آیا شخصی که قرار رابطه برقرار کنه انجام این عمل طبق قواعد اعتقادات دینیش هست یا اگر این کار رو انجام بده بعدا قرار احساس گناه و عذاب وجدان داشته باشه آیا قرار در آینده بابت احساس گناهی که داره بهش فشارهای روانی وارد بشه شناخت و آگاهی آیا فرد اطلاعات کافی درباره روابط جنسی داره آیا میتونه از خودش در برابر خطرات احتمالی حفاظت کنه آیا میتونه امنیت خودش و یارش رو تأمین کنه اگر شخص مقابل بخواد بعد از رابطه جنسی ازش سوء استفاده بکنه یا با تهیه فیلم یا عکس به صورت واقعی یا حتی به وسیله هوش مصنوعی تهدیدش کنه راهکاری برای دفاع از خودش داره آیا فرد آمادگی و مسئولیت پذیری لازم برای رابطه جنسی رو داره؟ اگر بعد از رابطه جنسی بارداری ناخواسته رخ بده، قراره چه برنامه ای داشته باشه؟ آیا یارش رو تنها میذاره یا مسئولیت رو کامل میپذیره و با عواقبش کنار میاد؟ آیا اگر حین رابطه اسمی اتفاق ناگواری براش پیش بیاد، میتونه شرایط رو مدیریت کنه؟ آیا به راحتی، رک و سریح میتونه با طرف مقابلش درباره علایق جنسیش صحبت کنه؟ آیا ترس ها و خط قرمز هایی که توی رابطه جنسی داره رو برای طرفش تعریف کرده و طرف مقابل پذیرفته که این خط قرمز ها رو رعایت کنه؟ آیا تصویری که از رابطه جنسی داره رو فیلم های پرن و داستان های اروتیک ایجاد کردن؟ تفاوت بین رویا و واقعیت چیه؟ تفاوت بین فانتزی هایی که قابلیت عملی شدن دارن و فانتزی های نامعقول چیه؟ همه ای اینا نکاتی هستن که طرفین قبل از شروع رابطه باید بهش فکر کنن، در تحقیق کرده باشن و به یک اطمینانی رسیده باشن. حتی اگر یکی از طرفین از قبل تجربه رابطه جنسی یا بیدیس رو داشته، بهتره که شما ازش بپرسین و از آگاه بودنش اطمینان پیدا کنید. حالا فرض کنیم شما به عنوان یک شخص نوجوان میل جنسی یا گرایشات BDSM خودتون رو کشف کردین و نمیدونیم که برای شروع چی کار کنین. وقتی که این اتفاق میفته شما در واقع زمان خیلی زیادی برای مطالعه، صحبت با مردم و یادگیری درباره سکس و BDSM دارین. چیزی که مهمه باید بدونیم که فیلم های پرن، داستان ها و فیلم های سینمایی کمی اروتیک نشون دهنده واقعیت رابطه جنسی یا بی دی اس امی نیستن. اونا هیچ منبع آموزشی مناسبی برای یادگیری به حساب نمیان. این موارد صرفا داستان برای سرگرمی مردم و تحریک شدنشونن. نه برای یادگیری. شما برای آموزش دیدن در زمینه رابطه جنسی و بی دی میتونین زبانتون رو تقویت کنین، منابع انگلیسی زبان در رابطه با این موضوعات رو مطالعه کنین یا اینکه مطالبی که به فارسی ترجمه شده و درباره انواع گرایش های مختلف و تجربیات جنسی مردم هست رو بخونین. وبسایت هایی که درباره مسائل جنسی می رو اول مطمئن بشین که وبسایت پر نباشن چون ممکنه تجربیاتی که اونجا گذاشتن یه خورده اغراق شده و به دور از واقعیت باشه. یه کار دیگه که میتونین انجام بدین اینه که با افرادی که حس مشابه گرایشات شما رو دارن صحبت کنین و توجه داشته باشین که این صحبت ها صرفاً با نیت آموزش انجام بشه نه به نیت برقراری ارتباط در نهایت بعد از اینکه اطلاعات کاملی درباره روابط جنسی و BDSM پیدا کردید بهتره برین سمت نوشتن نوشتن درباره تمام علایقتون مخصوصا توی ام و کینگ میتونه مثل یه بیوگرافی باشه یا در قالب یه رمان اس امی فرقی نمیکنه هر جور که راحت هستین اینجوری میتونین هم لذت ببرین ازش هم افکارتون رو تخلیه کنین و دیگه بهش فکر نکنین در طول روز البته یادتون بمونه که برنامه های نوتی که نصب میکنین رمز داشته باشه که بعدا براتون دردسر نشه هر کسی بهش دسترسی نداشته باشه نکته دیگه هم اینه که اگر تمایلات بی دی اس امی دارین، هرگز به افرادی که سنشون از شما خیلی بالاتره و افرادی که بزرگ سال هستن پیشنهاد آشنایی ندین. من بارها دیدم که افراد نوجوون به هم پیام دادن و ازم درخواست کردن که من باشون ارتباط بی دی اس امی ارتباط فمدامی برقرار کنم. که خب جوابم هم همیشه براشون این بوده که هنوز خیلی زوده. شما عملا هیچ وقت بفهمین که پشت این آکانتی که درباره فمدام می نویسه و شما بهش به عنوان یک نوجوان پیام میدین چه کسی نشسته و داره فعالیت میکنه ممکنه اون شخص یک فرد بیمار سادیسمی باشه ممکنه اون شخص دیگه مجرم باشه ممکنه قصد تجاوز داشته باشه ممکنه ازتون سوء استفاده کنه حالا این سوء استفاده هم میتونه مالی باشه هم عاطفی و خیلی از مسائل دیگه پس به هیچ وجه خودتون رو توی این موقعیت ها قرار ندین چه پسر باشین چه دختر اجازه بدین زمان بگذره و توی یه سنی که اعتماد به نفس و تجربه بیشتری دارین رابطه BDSM رو شروع کنید. مطمئن باشین که ارزشش رو داره خب امیدوارم توی این ویدیو تونسته باشم به سوالاتون پاسخ بدم حتما نظراتتون رو توی بخش کامنت برام بنویسید سابسکرایب هم یادتون نره فعلا بدرود